خب بعد از مشخص کردن SPDX یا لایسنس آیدنتیفایرمون نوبت میرسه به مشخص کردن ورژن کامپایلرمون. گفتیم که توی ویدیو ریمیکس گفتیم از این بخش ریمیکس بخش سالیدیتی کامپایلر میتونیم لیست تمام کامپایلرها رو ببینیم که هر کدوم کامپتیبل و سازگار با یک ورژن خاص از سالیدیتی هست. اگر وارد سایت dash.solidity.org بشیم میبینیم که آخرین ورژن ریلیز شده سالیدیتی 0.8.16 هست. خب ما باید مشخص کنیم توی کدمون که ما از کدام ورژن سالیدیتی استفاده میکنیم و از کدام ورژن کامپایلر میخوایم استفاده کنیم. چجوری پیاده سازیش بکنیم؟ بریم با هم دیگه پیاده سازیش بکنیم با یک کلمه کلیدی به اسم پرگما. به این شکل که می‌نویسیم پرگما فاصله سالیدیتی فاصله و بعد ورژن رو مشخص میکنیم. حالا ما دو حالت میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالت اول این که یک ورژن خاص مد نظر ما هست و فقط میخواییم از اون ورژن استفاده کنیم، مثلا ورژن 0.8.16 که آخرین ورژن بود. اول هت رو میزنیم 0.8.16 و بعد سمیکانه. حالت دوم این که ما یک رنج ورژن قابل قبول میخواییم بدیم به اون در واقع کد خودمون. اینطوریه که با بازه بهش مثلا میگیم بزرگتر از این و کوچکتر از این. بریم با هم دیگه اونم پیاده سازی کنیم. مثلا من میگم ورژن های بزرگتر از 7 قابل قبول من هستن، یا اینکه مثلا بزرگتر از 7 باشه و کوچکتر از 9 باشه، کوچکتر از 9 باشه. یک فایل سالیدیتی ایجاد کنید، هم SPDX و هم ورژن کامپایلر رو براش مشخص بکنید تا دیگه شروع بکنیم کم کم وارد فرآیند کد زدن بشیم، کانترکت خودمون رو بسازیم و فرآیندهای مختلف رو تست بکنیم. خوبه که اینجا با هم دیگه کدمون رو یه کامپایل بگیریم و بله تیک سبزش رو گرفتیم. توی ویدیوهای بعدی دیپلوی میکنیم و اولین سمارت کانترکت خودمون رو می‌نویسیم. موفق باشید.